سلام دوستان عزیز، بار دیگر خوش اومدید به یکی دیگه از مجموعه ویدیوهای آموزش لغات انگلیسی به فارسی. کلمه امروز رو از کتاب 3500 جیاری برای شما انتخاب کردیم، مزرعه. اول به تلفظ این کلمه گوش کنید و سعی کنید باهاش تکرار کنید. مزرعه. اگر اولین بار ویدیوهای ما رو میبینید، الان در این مرحله به شما چند عکس با مثال نشون میدیم و شما لازمه از روی اونها معنی کلمه رو حدس بزنید. بعد هم میریم سراغ ریشه کلمه، جمله سازی و معنی. عکس اول: مزرعه the mustard seeds and vinegar. عکس دوم: The fruit was allowed to macerate before fermentation. عکس سوم: Mix together all the ingredients and leave them to macerate overnight. ریشه کلمه macerate لاتین استش. پسوند اید هر وقت آخر یک کلمه اومد به معنی انجام دادن یا ساختن استش. مثلا اینجا ریشه مز یعنی نرم و با پسوند اید میشه نرم کردن یا نرم ساختن. اگر تو دیکشنری های فارسی سرچ کنیم این کلمه رو خیساندن معنی کردن. با هم وارد لاگمن میشیم که بفهمیم چرا این کلمه رو خیساندن معنی کردن در حالی که معنی اصلی این کلمه نرم کردنه. لاگمن نوشته To make something soft by leaving it in water. نرم کردن یک چیزی با گذاشتنش تو آب. واسه همینه همیشه اساتید زبان میگن فارسی معنی نکنید، چون با فارسی معنی کردن نمیتونیم مفهوم اصلی این کلمه رو برسونیم. پس معنی کلمه macerate میشه نرم کردن یک چیزی از طریق خیس کردن. امیدواریم کلمه رو کامل یاد گرفته باشید. سابسکرایب و زنگوله یادتون نره. به امید موفقیت همه شما. English for life.